سیتروئن سیتری ایکس آر، خودرویی که از گروه پی اس ای و قرار بود قبل از تحریم ها در سایپا تولید بشه، مثل حالا پروژه سیتری که تحریم ها مانعش شد. اما چند تا چیز جالب در مورد این خودرو وجود داره. این که ببینید دقیقاً اجزای بیرونی خیلی شبیه تارا هن. این دستگیره های در، حتی این خط شانا دقیقاً مال تارا یا پژو 301 هن. همین اتفاق برای پژو 301 هم افتاد. قرار بود این محصول در داخل ایران تولید بشه، اما تحریم ها اجازه این کار رو نداد و ایران خودرو با یه مقدار بومی سازی اون رو با نام تارا به بازار عرضه کرد. حتی این آینه ها هم برای خود تاراه. خب این هم نمای جلوی خودروه. اجزای بیرونی خیلی میگم دقیقا مشابه تارا هستن. اما اتفاقاتی که برای این خودرو افتاده چیه؟ حالا بعد از این قضیه تحریما و اینکه این خودرو نتونست توی سایپا تولید بشه، سایپا اومده بدنه این خودرو رو تولید کرده. بدنه کاملا داخل سازی شده، در سایپا تولید شده همونجوری که میبینید. و اما یه کار دیگه هم قرار انجام بدن، چون همونجوری گفتم پایه این خودرو پلتفرم پی اف وان که در واقع الان ایران خودرو داره با نام آی کی پی وان ارزش میکنه روی تارا، با 301 و تارا خیلی شباهت داره و مشترکه. قرار که خیلی از این قطعات با ایران خودرو با هم استفاده بکنن. میتونید این قطعات رو روی زمین ببینید. در واقع این قطعات همون قطعات تاراه که قراره توی این خودرو هم تولید بشه. اسم این خودرو رو هم گذاشتن M44، اما نمیدونم واقعا بتونن با همین ظاهر دقیقا تولیدش بکنن یا نه، چون تارا رو نتونستن این کارو بکنن با ظاهر پژو 301 تولیدش کنن. و اینجا هم یک سری قطعه دیگه داریم. خب موتوری که قرار بگیره چند گزینه هست. یکی از اونها که حتما گفتن روش قرار میگیره همین موتور EC5 هست که اینجا دارید میبینید. هم قرار نسخه ضعیف‌تر از این قرار بگیره روش، هم نسخه قوی‌تر از این قرار بگیره روش. مشخصات فنی EC5 رو با هم میخونیم: 1600 سی‌سی نسبت تراکم 1:11، 150 نیوتن متر گشتاور، 117 اسب بخار قدرت با استاندارد آلایندگی یورو 5 و پاشش سوخت چند نقطه‌ای یا MPFI. حالا بریم داخل این خودرو رو هم ببینیم تا یه چیز خیلی جالب بتونشون بدم. داخل خودرو دقیقاً تاراه. همه چیز این خودرو تاراه. ببینید طراحی داخلیش هم تاراه. حتی صفحه کیلومتر تمام اینا دقیقاً برای خودرو تاراه. فقط تنها فرقی کرده این دست دنده عوض شده، سلکتور دنده طراحیش عوض شده. این کنترلی که حالا برای ESP و حالت برفی هست من اینجا دارم میبینم، و ترمز دستی که معمولا خاص خودروهای فرانسوی و شبیه اهرم هواپیما ساخته میشه، و یه مقداری هم رودری ها. و این نشون میده که چقدر این خودروسازا دارن با این معماری مشترک و استفاده از پلتفرم مشترک راحت تر کارشون انجام میدن، اقتصادی تر کارشون انجام میدن، و در نتیجه میتونن خودروهای با کیفیت اما ارزان تری رو دست مشتری برسونن. فضای داخلیش هم فضای خیلی خوبیه. این خودرو فاصله بین دو محورش و حتی طولش از دنای خودمون کمتر، اما فقط ببینید چه فضایی داره. جلوش که کاملا برای قد من خوب بود، عقبش هم ببینید کاملا فضای پای من اینجا بازه. در مورد زمان تولیدش گفتن که اگر بخوایم همین جوری بدیمش بیرون ظرف 17 ماه آینده میتونیم تولیدش بکنیم. اگر قرار باشه که بیشتر از این داخل سازیش بکنیم ممکنه 3-4 سال طول بکشه عرضه این محصول. و جالبه این محصول با یک ظاهر جدید تو بازار چین هم الان هم داره تولید میشه. الان سراغ اون هم میریم. اینم بروشور این خودرو M44. خب البته این کاتالوگ معبود به موتور 1200 توربو شارژرشه که مشخص فنی بدی نداره. 135 اسب بخار قدرت، 230 نیوتن متر گشتاور، یورو 6. حالا انواع تجهیزاتی که الان خیلی نمیشه روشون حساب کرد، اما شاید در آینده یا با همین تجهیزات به بازار عرضه بشه.